حتما همه کسایی که جشن شب یلدای اشرفیا تو سال 86 رو از سیمای آزادی دنبال کردن یادشون میاد که وقتی ننه سرما وارد صحنه شد سوار این خودرو شده بود. محافظاش هم سوار یه خودرو شبیه این که سفید رنگ بود بود و پشت سرش حرکت میکردن. خلاصه اون شب اشرفیا یه جشن مفصل برگزار کردن. برای پیشبرد کارش تلاش میکنه از هر امکانی استفاده کنه. حالا داستان این خودروهای عجیب غریب چیه؟ چون که مشکل جدی سوخت داشتیم تصمیم گرفتم خودروهای بقیه رو هم در این رابطه تجربه کنیم. رضا یه مدتی داره با این خودرو رانندگی میکنه و خودش هم میگه که خیلی ازش راضیه. این خودرو مجموعاً با تمام ویژگی‌هایی که داره من ازش راضی هستم و تضاد زیادی از من حداقل حل میکنه، به این صورت که اول از سرویس نگهداریش خیلی ساده است به نسبت یک ماشینی که داره سوخت مصرف کنه. سرویس نگهداریم خیلی ساده است، یعنی ماکسیموم در طی هفته شاید نیم ساعت بیشتر از من زمان نگیره. دوم از این که هیچ مشکلی در رابطه با مصرف سوخت ندارم و هر چقدر که انرژی بذارم برای شارژ کردن باتری‌هاش و به موقع باتری‌هاش رو شارژ بکنم میتونم از اون بنزین کافی استفاده بکنم که مجموعاً ته 4 ساعت تا 6 ساعت این ماشین شارژ میشه و میتونه معادل بین 50 الی 70 کیلومتر بسته به اینکه چقدر بار یا نفر سوار خودرو باشه کار بکنه. یه چرخی که توی اشرف زدیم دیدیم یکی دو مدل دیگه از این خودروهای برقی توی شهر اشرف هست. از قضا راننده‌هاشون هم خیلی ازش راضی بودن. اشرف جشن و شادی و اینا میشه، ما ماشین رو هم داریم میریم برای بچه ها، بچه ها اونجا دور ماشین جمع میشن، هرکی یه حرفی میزنه گاهن هم بهش میخندن. این خودرو ظرفیت حمل 14 نفر داره، فقط هم با برق کار میکنه. اولین نمونه که به کار گرفته شد صاحبش خیلی خوشحال کرد، ولی چند روز بعد یه مشکل جدیدی مطرح شد. مشکلی که با این خودرو داشتیم اینه که باتریش باید شارژ بشه و نیاز برق 220 ولت هستش که تو اشرف ما با مشکل مواجه هستیم. برای حل این مشکل تلاش کردیم با ولتاژ رگولاتور و کلیدهای تأخیری این مشکل رو حل کنیم، ولی کماکان مشکل داریم. ظاهر موضوع تعیین تکلیف شده بود، ولی از قدیم گفتن هیچ کاری نشد نداره و با کمال تعجب دیدیم که رضا یه طرح جدیدی رو مطرح کرد. ما تصمیم گرفتیم برای حل مشکل شارژ باتری‌های این خودروهای برقی از انرژی خورشیدی استفاده کنیم. در رابطه با خورشیدی کردن این خودرو، همونطور که می‌دونید خودرو نیروی محرکش یه الکتروموتوره، به طور مثال مثلا برای این ماشین الکتروموتور 5 کیلووات هستش که با برق دی سی کار میکنه. ولتاژ مورد نیاز این خودرو 72 ولته که از طریق 5 تا باتری خشک 125 آمپری 12 ولت تامین میشه و شارژ این باتری توسط برق الان انجام میگیره و یه شارژری که تو خودش تعبیه شده. حالا ما تصمیم داریم یا تری برای این در آوردیم که شارژر این خودرو رو از شارژر خورشیدی استفاده بکنیم که در رابطه تری در آوردیم که از
صفحه‌های خورشیدی استفاده بکنیم. چندین صفحه خورشیدی رو با هم به صورت موازی به کار بگیریم روی سقف و قسمت عقبی این خودرو نصب بکنیم. در اینجا بتونیم بخشی مثلا 50% از شارژ این خودرو رو توسط انرژی خورشید انجام بدیم. در حال سر و کله زدن با این خودرو بودیم که یهو دیدیم یه چیزی کنار پامون پارک کرد. پرسیدیم این دیگه چه مدلشه؟ این هم موتور برقیه، بدون سر صدا بدون سوخت دارم. بله، هوای تازه رو همه جای اشرف میشدید. تا گزارش بعدی، خدا نگهدار همه شما. خدا حافظ. شما خالی در همین عید 87